بنام یاد خدا، سلام، وقتتان بخیر. به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. انتقاد از تلاش‌ها برای گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان. امارات اسلامی میگوید ملل متحد میخواهد با گماشتن نماینده ویژه افغانستان را همچون کشور دچار بحران و جنگ معرفی کند. وظیفه مشخص از این نماینده خاص تحقق و یا پیشبرد تطبیق عمومی سفارشات است به خاطر به ایجاد یک اجماع بین المللی. ما غیر ضروری است که به اساس قانون بین المللی من غیر ضروری است و ما هم نیاز به این نماینده نمی‌بینیم. 1 میلیون مبتلا به امراض تنفسی در یک ماه گذشته. وزارت صحت عامه میگوید که شمار مبتلایان به این بیماری در مقایسه با سال پار میلادی بیشتر شده است. په دوزر کلی وشکال کې په د لومړۍ میاشت کې موږ سره د 1 میلیون او 80,000 په شاوخوا کې په هغه ناروغانو مراجعه کړې چې هغه د تنفسي سیستم مربوطه ناروغیو څخه شکایت درلود. آلودګي او را کنټرول نکنیم، ای امراض تنفسي اول خود ما را و فامیل ما را مصاب میسازه که برای خود ما بسیار قیمت داره. خواسته بازنشستگان برای پرداخت حقوقشان. آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوقشان میگویند که بارها اعتراض کرده اما هیچگامی از در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است. با وزارت مالی با تقاوت میایم، اینمی عرض میکنیم که حقوق ما رابطی از حقوق خود برستان صدا میزنه که ما حقوق ما رابطی ای از مجبوریت هم آده خودانه مسئول به ما به وزفه رسانده مایدار هستیم که زودتر خود بگری شده بگیرم. و هشدار آمریکا از حمله بر سپاه پاسداران در خاور میانه. من حامد بهرام میزبان شما هستم. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد با سرپرست وزارت خارجه درباره نشست آینده دوحه گفتگو کرده است. وزارت خارجه به نقل از فریدون سنیرلی اوغلو نگاشتند که اجماع برای حضور امارت اسلامی در نشست دوحه ایجاد شده و از امارت اسلامی نیز خواسته شده است تا یک هیئت بلندپایه را به این نشست بفرستد. در خبرنامه وزارت خارجه همچنان گفته شده است که امیرخان متقی نشست دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان خوانده و گفته است که پس از به دست آوردن اطلاعات درباره ترکیب آجندا و تشکیل این نشست آنان درباره حضور در آن تصمیم خواهند گرفت. سخنگوی وزارت خارجه به نقل از آقای سنیرلی اوغلو گفته که هدف از نشست دوحه تعامل مستمر جامعه جهانی با افغانستان از طریق یک روند مستمر برای دستیابی و دستاوردهای بیشتر در عرصه سیاسی است. هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان در حال به کابل سفر کرده است که قرار است ملل متحد تا کمتر از 2 هفته دیگر میزبان نشست درباره افغانستان باشد. امارات اسلامی گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان از سوی ملل متحد را خلاف قوانین این سازمان می‌داند. ذبیح الله مجاهد به طلوع نیوز می‌افزاید که ملل متحد می‌خواهد افغانستان را همچون کشور دچار بحران و جنگ معرفی کند. همزمان سرپرست کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را بخشی از صلاحیت‌های دبیرکل این سازمان می‌داند. در حالی که ملل متحد تلاش می کند تا یک نماینده ویژه‌اش برای افغانستان را بگمارد، اما امارت اسلامی می گوید که معرفی نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان خلاف قوانین این سازمان است. ذبیح الله مجاهد به طلوع نیوز می گوید که نماینده ویژه برای کشورهای گماشته می شود که آن کشورها دچار جنگ و بحران باشد. اما به باور آقای مجاهد اوضاع کنونی کشور عادی است و نیازی به نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیست. گام غیر ضروری است و بر اساس قوانین خود ملل متحد هم غیر ضروری است و ما هم نیاز به یک نماینده نمی بینیم. دومی که شاید آنها قبل از تلاش بکنند افغانستان را کشور مواجه با بحران یا کشور در حالت جنگ تلقی کنند که نیت خوب نیست. افغانستان چنین چیزی را اجازه دارد.
در این میان سرپرست کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که گماشتن فرستاده ویژه برای افغانستان از صلاحیت های دبیر کل سازمان ملل متحد است. نصیر احمد فایق به تولو نیوز میگوید که نماینده ویژه سازمان ملل مسئولیت تطبیق سفارشات در ارزیابی مستقل از جمله ایجاد دولت مشروع در افغانستان، شکست بن‌بست سیاسی و ایجاد اجماع بین المللی درباره افغانستان را به عهده خواهد داشت. این وظیفه مشخص از این نماینده خاص تحقق و یا پیشبرد تطبیق اونمو سفارشات است، به خاطر ایجاد یک اجماع بین المللی در قدم اول و در ثانی در مورد ایجاد یک دولت مشروع و ملی و همچنان که بتانه افغانستان دوباره مدغم شود در ساختار بین المللی به عنوان یک دولت مسئول. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی درباره گماشتن فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در روزهای آینده چنین دیدگاهی دارند. شمولگر ملتونه که غواړي چې موږ مسله را حل و پسل کې او خلاص کې نو د امارات سره یو توافق ته ورسېږ، تفاهم ته ورسېږ، بیا یې نماینده تعین کړي، ځکه چې امارات خپله یو طرف دی. دغه استازی به وکړی سي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پاره لار خلاصه کې او دغه چې موږ پوهیږو د افغانستان مشکل داخلي دی، د بین الافغاني دی، او تر څو پورې چې د افغانانو ترمنځ یو اجماع تشکیل نسی د افغانستان مشکل نه حلیږي. پیش از این اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2023 میلادی قطعنامه‌ای را تصویب کردند که بر بنیاد آن دبیر کل سازمان ملل متحد باید فرستاده‌اش برای افغانستان را بگمارد تا او توصیه‌های هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین الملل را به پیش برد. شماری از بزرگان قومی و علمای ولایت‌های شمال در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزراء خواستار توجه به آموزش، صحت و دیگر بخش‌ها در این ولایت‌ها شدند. همزمان معاون سیاسی ریاست الوزراء در این دیدار می‌گوید نظام کنونی در نتیجه قربانی‌ها به دست آمده و باید از آن حفاظت شود. برخی از بزرگان قومی و علمای ولایت‌های شمالی با معاون سیاسی ریاست الوزراء دیدار و بر حل مشکلاتشان در ولایت‌هایشان شدند. بزرگان قومی می‌گویند که در این دیدار از مولوی عبدالکبیر خواستار توجه به آموزش، صحت، ساخت جاده‌ها و کاریابی برای جوانان ولایت‌ها و بخش‌هایشان شدند. ډیر په کس په دې وچې د دوی د مدرسو او تعلیم مکتبونو د دې دپاره رسیدګي وکړي، په بعضو ولایتونو کې هلته مدرسې دینی مدرسې کمبود لري، د هغې د تعمیر، د هغې د استادانو، د هغې د همداسې په مختلفو عوامرو باندې بحث وسو. سخنگوی امارت اسلامی میگوید معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با بزرگان قومی و علما گفته که نظام کنونی در نتیجه قربانی ها و فداکاری ها به دست آمده و باید از آن نگهداری شود. با گفته ذبیح الله مجاهد، مولوی عبدالکبیر افزوده نظام اسلامی حامی آبادی، تقویت اقتصادی و تطبیق پروژه های بنیادی در ولایت ها است که با انجام آن مشکلات زیاد مردم کاهش خواهد یافت. بخش سران قومی و علمای دینی و همچنان متنفذین ولایت مختلف شمال دید و بازدید داشتن، خواست های آنها را شنیدن، نیازمندی ها و مشکلات آنها را شنیدن، به خاطر حل آن به ادارات مربوط دستور دادن تا راه های حل بسنجن. بعضی مردم مشکلات در بخش های راه ها داشتن، بعضی مردم در بخش های زراعت مشکلات خود داشتن، اثرات خوشسالی بود، موضوعات شریک ساختن و همچنان در معمار بعضی پروژه ها. ارگ در صفحه ایکسش نوشته است که بزرگان قومی و علمای ولایات شمال از تحکیم امنیت سرتاسری، پایان دادن به جزایر قدرت ولایتی و منطقوی و همچنان اجرای احکام اسلامی ابراز خرسندی کرده و از هر نوع همکاری های خود با امارت اسلامی اطمینان دادند. سفارت افغانستان در بیجینگ امروز دوشنبه از آغاز روند توزیع پاسپورت برای شهروندان کشور در چین خبر داده است. این سفارت در صفحه ایکسش نگاشته است که افغانهای مقیم چین می توانند طبق شرایط پاسپورت های جدید دریافت کنند. در یک ماه گذشته بیش از 1 میلیون مبتلا به بیماری های تنفسی به مرکز های درمانی مراجعه کردند. وزارت صحت عامه می گوید که شمار مبتلایان به این بیماری در مقایسه با سال پار میلادی بیشتر شده است. همزمان با این سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین گزارشش نوشته است که از اول ماه جنوری تا 20 آن 160,756 مورد بیماری حاد تنفسی در افغانستان به ثبت رسیده است.
دستگاه تولید اکسیژن در یکی از شفاخانه های خصوصی است که سبب می شود تا ولی محمد 71 ساله به درستی تنفس کردنش را ادامه بدهد. ولی محمد که در کنار بیماری قلبی از 15 روز به این سو به بیماری تنفسی نیز مبتلا شده، از بهر درمان از جلال آباد به کابل آمده است. تنفسی ما تنگ است، خراب است، گردیش است، موی چی کنه، افسیله را بس و بس نه بس دیگه کنه. 15 سرازی که گیدی اسپتال که دیستگو که مکروب بود، آغا مکروب پرون ختم شوی دا دو ورځې کیږي او ورځ کیږي چې مکروب ختم شوی دا او سیم اوس مخکې زیات تنګیدله نفس ډیر زیات تنګیده اوس دا کم شوی دا. با آنکه وزارت صحت عامه میگوید 70% آمار جان باختگان بیماری های تنفسی کاهش یافته است، اما سخنگوی این وزارت آمار میدهد که در ماه نخست سال روان میلادی 1,080,000 بیمار تنفسی در سراسر کشور به مرکزهای درمانی مراجعه کردند. په 2023 کال کې په د لومړۍ میاشت کې له موږ سره د 1,080,000 په شاوخوا کې هغه ناروغانو مراجعه کړې چې هغه د تنفسي سیستم مربوطه ناروغیو څخه شکایت درلود. همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارش از افزایش بیماری های تنفسی در کشور خبر داده و گفته است که در 2 هفته پسین نزدیک به 84,000 مورد حاد بیماری تنفسی در سراسر کشور به ثبت رسیده است. در قسمت حفظ آب و هوا یا محیط زیست خود کوشا باشند، چرا اگر ما با آلودگی هوا را کنترل نکنیم، این امراض تنفسی اول خود ما را و فامیل ما را مصاب می سازد که بر خود ما بسیار قیمت تمام میشه. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در سال 2023 میلادی 8 میلیون مبتلا به بیماری های تنفسی در سراسر کشور به مراکز بهداشتی مراجعه کردند. پیدامه خبر ده خوش آمدید. شماری از بازنشستگان در پایتخت با راهپیمایی اعتراضی بار دیگر خواهان پرداخت حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت سرپرست شدند. آنان با انتقاد از عدم دریافت حقوقشان میگویند که بارها اعتراض کردند، اما هیچ گامی در این زمینه از سوی امارت اسلامی برداشته نشده است. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که قانون پرداخت حقوق بازنشستگان از بهر نهایی شدن به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است. فقر و تنگ دستی از یک سو و عدم دریافت و حقوق بازنشستگیشان از سوی دیگر، این بازنشستگان را یک بار دیگر به جاده های پایتخت کشانده است. این بازنشستگان با شعار حق خود را می خواهیم در برابر اداره خزینه تقاعد گرد همایی را برپا کردند. آنان می گویند بارها صدا بلند کردند، اما جواب قناعت بخش از سوی حکومت سرپرست دریافت نکردند. هیچ چیز نداریم، دمی 2 سال ما میایم با وزارت مالی با تقاوت میایم، اینمی عرض میکنیم که حقوق ما رابطه از ما گشته شده، خیرات نمیخوایم، ما حقوق خود ما رابطه. این مردم که امروز آمده و از حقوق خود برستان صدا میزنه که ما حقوق ما رابطه، ای از مجبوریت آمده، ای ولا که یک پروپاگند باشه یا سرکشی باشه یا در مقابل امارت ایستاده شدن باشه. از میان صدها بازنشسته که اینجا جمع شدند، غلام هیشان میگوید که از پروان به کابل آمده تا حقوق بازنشستگیش را دریافت کند. او میگوید که با مشکل اقتصادی روبرو است و حکومت برایشان توجه ندارد. اول سرد است و بعد از او و هر کنم در خانه کرایی زندگی میکنند، مریض دارند و اکثریت ما مشکلات زیاد روان هستیم. با مشکلات غذای موادی مواد مشکلات اخته هستیم. زمستان است، هیچ چیز ندارم که ما یک زغال بخریم، یک سیر چوب بخریم. در این میان سخنگوی امارت اسلامی میگوید که قانون پرداخت حقوق بازنشستگان برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است. ملش صدا آنها شنیده شده، صداشان ارگان مسئول به ما به بزرگان رساندن. امیدوار هستیم که زودتر بازنگری صورت بگیره و موضوع آنها راه حل خود پیدا بکنه. این در حالی است که پیش از این بازنشستگان چندین بار برای به دست آوردن حقوق بازنشستگیشان در کابل دست به اعتراض زدند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید به دلیل تغییرات اقلیمی 21 میلیون تن در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. معین این اداره میافزاید موضوع تغییر اقلیم سبب شده که از 3% اراضی جنگلات کشور 1.5% آن نابود شود. همزمان رئیس تغییر اقلیم این اداره میگوید تخمین شده است که برای رسیدگی به چالش‌های تغییر اقلیم در افغانستان به 20 میلیارد دلار نیاز است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست اینجا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزارت تحصیلات عالی میگوید به دلیل جنگ و خشکسالی‌های پیهم در سال‌های پسین از اثر تغییرات اقلیمی در کشور، هم اکنون 21 میلیون تن در افغانستان با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند. موین این اداره می‌افزاید یخچال‌های طبیعی آسیب پذیر شدند و از 3% اراضی جنگلاتی که مشخص شده بود 1.5% آن نیز از بین رفته است. 21 میلیون خلک دی اوبول کم اکثر مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات خي دی او صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري دی ورختونو کمښت و در شپې صدق کم سوی. همزمان با این رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید تخمین انجام شده در سال 2020 نشان داده است که برای رسیدگی به چالش های تغییر اقلیم در افغانستان به 20 میلیارد دلار نیاز است. نیازمندی افغانستان برای رسیدگی به چالش های تغییر اقلیم 20 میلیارد دلار سنجش شده. حدود 12 میلیارد برای رسیدگی به سازگاری با تغییر اقلیم و حدود 7.5 میلیارد که در مجموع 20 میلیارد میشه برای کاهش انتشار در نظر گرفته شده. از سوی هم معین علمی وزارت تحصیلات عالی نیست که در این کنفرانس شرکت داشت، از برگزاری کنفرانس بین المللی زیر عنوان تغییر اقلیم در دانشگاه ننگرهار تا چند روز آینده خبر میدهد. او تاکید می‌ورزد که در این کنفرانس به شمول آموزگاران داخلی، آموزگاران و متخصصان 8 کشور دور و نزدیک نیز شرکت خواهند کرد. هغه ټول ابعاد د موږ د ژوند هغه ټول اړخونه چې له دغې مسلې متضرر دي هغه باید په علمي لحاظ ثابت شي. شرایط چې موږ ورته وضع کړی و د هغې له مخې موږ 130 مقالې قبول کړي دي چې په دې کې 40 خارجي مقالې موږ سره هم شتون لري. دغه 40 مقالې د 8 هیوادونو څخه دي. مسئولان دانشگاه ننگرهار میگویند که این کنفرانس برای 3 روز در ساعات مشخص به گونه حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد. یک بار دیگر خوش آمدید. اتحادیه بارچالانان افغان در چین میگوید که بیش از 1000 کانتینر در بندر کراچی گیر مانده است. رئیس این اتحادیه از امارات اسلامی میخواهد تا به چالش‌هایشان رسیدگی کند. وزارت صنعت و تجارت اطمینان میدهد که به مشکلات بازرگانان رسیدگی میکند. رئیس اتحادیه بارچالانان افغان در چین به تالو نیوز میگوید که تاجران هنوز هم در بندر کراچی با چالش‌های زیادی روبرو‌اند و بیش از 1000 کانتینر در این بندر گیر مانده‌اند. خان‌آقا گلزاد می‌افزاید که متوقف ساختن کالاهای افغانستان در بندر کراچی به بازرگانان زیان وارد کرده و امارت اسلامی باید به این مشکل رسیدگی کند. ما ستونزی چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د خانه او ملي سوداګرو تر منځ سره شوې دي واقعا زتی د طاقت نه پورته دي او په زرګونو کانټینر چې څه باندې لازره کانټینر دوی ستمه کړی وو په ګراوګام په شکل نیولی وو نه اجازه د اکسپورت ورکوله او نه اجازه ورکوله چې ترانزیت چې راشي افغانستان ته. معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که پاکستان باید محدودیت های وضع شده بر کالاهای ترانزیتی را از میان بردارد. پدی که باید هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت باید کوشش وکړي چې تجارت سره نږدې کی او د تجارانو لپاره سهولت جوړ کړي. په حال چې موږ ورته ګورو په افغانستان کې مکمل سهولت دی د پاکستاني تجارانو لپاره پر ترانزیت باندې، بل مقابل زموږ مرزو ده چې د پاکستان محترم حکومت هم د افغانستان د تجارانو لپاره سهولت جوړ کړي. اما معین وزارت صنعت و تجارت میگوید که امارت اسلامی به مشکلات تاجران در کشورهای گوناگون متحد است. سباند دریسوا یا درنیمسوا دا کانتینر التپاتری په غوانی زموږ ورسره خبر روانه ده تر څو پرېغه بیرته امغه ذات سراج خپل وطن ته. این در حالی است که در جریان ماه عقرب سال روان خورشیدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت برای عادی سازی روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان به این کشور سفر کرده بود و در نتیجه این سفر حدود 30,000 کانتینر توقف داده شده ی اقلام بازرگانان کشور رها شدند. مسئولان اداره راه آهن هرات میگویند که قرار است از اول ماه هود صادرات و واردات از طریق راه آهن هرات خاف آغاز شود. بر بنیاد یک تفاهم نامه میان افغانستان و ایران در سال نخست قرار است تا 500,000 تن کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق این راه آهن میان دو کشور انتقال یابد. در همین حال اداره راه آهن هرات میگوید که قرار است از بهار سال 9 هجری خورشیدی انتقال مسافران میان ایران و افغانستان نیز از طریق راه آهن هرات خاف آغاز شود. مسئولان اداره راه آهن هرات اینجا در یک نشست خبری از آغاز انتقال کالاهای بازرگانی از طریق راه آهن هرات خاف تا 2 هفته دیگر خبر می‌دهند.
با گفته آنان قرار است در جریان سال آینده خورشیدی نزدیک به 500 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق این راه آهن میان افغانستان و ایران انتقال داده شود. در همین حال قرار است روند انتقال مسافران از طریق راه آهن هراتخاف میان افغانستان و ایران نیز از بهار آینده آغاز شود. حدود دا اولی زخبا انشاءالله برده خدمتی هم واردات کیجی و هم به صادرات کیجی. او دا حد با آخره کی یا دا بلی میشتی اول با یاد که انشاءالله دا خط مسافر بری تا مامده دی. چه دا ورزی با یو قطار رازی دا ایران لوری سا افغانستان تا او دریس و دریوش کسانان با هر قطار کی رازی. مر حقا کم سهولتونا او یا حقا کم شی چیز مر پواکی دی حقا مو آماده کردی. برخی از نهادهای دولتی که در زمینه صادرات و واردات کالاهای بازرگانی نقش دارند میگویند که تمام سهولت‌ها در ایستگاه روزنک راه آهن هراتخاف فراهم شده است. موږ کافی تاسیسات هلته آماده کړي دي او کافی اندازه مو تشکیل ورته برابر کړی دی او همداشان مو هغه معیاري او اساسي سیستمونه هلته فعال کړي دي. آمادگی مکمل خود در عرصه تورید و تخلیه و بارگیری در خط آهن روزنک داریم و آمادگی خود اعلان می‌نماییم. کالاهای بازرگانی قرار است در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان هرات تخلیه و بارگیری شود. با گفته مسئولان صدها تن از باشندگان محل برای بارگیری و تخلیه کالاهای صادراتی و وارداتی به کار گماشته شدند. تمام تسهیلات تخلیه و بارگیری برای تجار محترم فراهم ساخته و ما 500 نفر کارگرار از قریجات اطراف ایستگاه استخدام کردیم که در صورت آمدن بار تجار به راحتی اونا ما تخلیه و بارگیری کرده بتانیم. سه بخش راه آهن هراتخاف تا ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان هرات قبلا از سوی ایران ساخته شده است. بخش چهارم آن به طول 87 کیلومتر تا شهرک صنعتی هرات از سوی افغانستان ساخته می شود. با گفته مسئولان اداره راه آهن هرات روند ساخت بخش چهارم جریان دارد و تا کنون نزدیک به 20 کیلومتر آن ساخته شده است. مسئولان محلی در هرات میگویند که 13 روستای تازه برای زلزله زدگان در این ولایت ساخته شدند. نزدیک به 400 خانه از بودجه حکومت سرپرست در این روستاها ساخته شده، اما شماری از زلزله زدگان در هرات میگویند نیاز به سرویس های بهداشتی، حمام، مکتب، مراکز بهداشتی و مسجد دارند که تا هنوز ساخته نشدند. خانه های نوساز در اوج فصل سرما در اختیار زلزله زدگان ولسوالی زندجان هرات قرار گرفتند. 387 خانه در 13 روستای زلزله زده به تازگی ساخته شدند. به گفته مقام های محلی در هرات این خانه ها به هزینه 120 میلیون افغانی از سوی حکومت سرپرست ساخته شدند. تقریبا 387 خانه است. امروز اینمی را امارت اسلامی و کمیسیون زلزله زدگان به یک شرکت به قرارداد داده بود که امروز تکمیل شدند و هم مصارفش امارت اسلامی داده است. سقف از این خانه ها از پل و تخته کار گرفته شده که اگر خدای نکرده اگر یک وقت زلزله هم میشه همشهری های ما و شما، مردم ما و شما از نواحی سقف از این آسیب نبینند. هر یک از این خانه ها دو اتاق و یک دهلیز دارد. این خانه ها زلزله زدگان را از زندگی زیر خیمه ها در هوای سرد نجات می دهند. با میز مستون متی می چله که دو تا فامیل به یک خیمه هم بود که زندگی کنه. خیمه ها مدلی و مردم مدلی مرتب توزیع نشد. بعضی خیمه های دیسی بود که پاره شد نه بعدا پاره کرد. خب بعد از او بعضی خیمه ها باز خوب بود. حالا از امارت اسلامی ما بسیار راضی هستیم که به ما خانه های بساخته. اما نبود سرویس های بهداشتی، سیستم آبرسانی، حمام، مرکز بهداشتی، مکتب و مسجد در این روستاهای نوساز از مشکلات جدی زلزله زدگان گفته می شود. مسجد نداریم، کلینیک نداریم، آبرسانی نداریم، دیگه همین چیزا همه با ما کم بوده. حمام اول ما نداریم، آشپزخانه و مطبخ نداریم، مسجد جامعه نداریم، مکتب نداریم، هیچ چیز کم بوده است. با گفته مسئولان محلی هرات در جریان 3 ماه پسین نزدیک به 4000 خانه به زلزله زدگان در این ولایت
ساخته شدند. این خانه ها در 85 روستای زلزله زده در ولسوالی های زندجان، انجیل، کشک ربادسنگی و گلران ساخته شدند. مسئولان محلی هرات اطمینان می دهند که در فصل بهار به سایر زلزله زدگان در این ولایت نیز خانه می سازند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که تلاش می کنند تا سهولت های بیشتری را در زمینه ترانسپورت زمینی و هوایی با ایران ایجاد کنند. سرپرست این وزارت در دیدار با سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری این کشور برای افغانستان درباره توسعه روابط دو جانبه ترانسپورت زمینی و هوایی گفتگو کرده است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید برای افزایش صادرات با ایران با مشکلات بازرگانان نیز رسیدگی شود. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در دیدار با حسن کاظمی قومی، سفیر ایران در کابل و نماینده خاص رئیس جمهوری این کشور برای افغانستان، درباره توسعه روابط دو جانبه ترانسپورت زمینی و هوایی گفتگو کرد. در این دیدار همچنان درباره همکاری‌های دوامدار ترانسپورتی، ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه ترانسپورت زمینی و هوایی، افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق ترانسپورت جاده‌ای و ریلی، استفاده از بندر چابهار برای صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان گفتگو کردند. واټ ترانسپورت په برخه کې هم خبره وشوه چې باید دواړو هیوادونو ترمنځ د لوی بارونکو لاریو تګ راتګ زیات شي او وخت د تګ راتګ اضافه کړل شي. په ترانسپورټي بنادرو د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي بنادرو کې هم دوی ته سهولتونه برابر کړل شي. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در یک سال گذشته ارزش 1,739,000,000 داد و ستد با ایران انجام شده که از این میان 25 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل می دهد. 25 میلیون دلار صادرات و 1,714,000,000 هم واردات است. اکثر اقلام عمده صادراتی ما به کشور جمهوری اسلامی ایران پنبه، شمش سرب، کنجد، تارنخی، کشمش و ماش بوده. در بخش تجارتی و اقتصادی هم رابطه بسیار خوب داریم. از طریق جمهوری اسلامی ایران اموال زیاد وارد افغانستان میشه و همچنان ما هم بعضی از موارد را که صادرات داریم از طریق ایران میتونیم. ولی در عموم در راههایی که مشکلات داشتیم در چابهار و در بخش های دیگر او را هم وقتهایش زیاد کردن و ایمان است که انشاءالله در حالت بهبود و پیشرفت است. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که بلند بودن تعرفه های گمرکی از علت های است که میزان صادرات با ایران را کاهش داده است. با ایران صادرات ما واقعا کم هستند و از خاطر تعرفه‌های گزاف به کشتوم یا گمرک ایران است بالای اجناس افغانی، بالای تولیدات افغانی هستند که در این باره انشاءالله مجالس متعددی جریان دارد. پیش از این هیئت به ریاست عبدالغنی برادر به ایران سفر کرده بودند و برخی از تفاهم نامه ها را با مقام های دولتی و سکتور خصوصی ایران امضا کردند. وزارت صنعت و تجارت در نشست اطمینان می‌دهد که صنعتکاران و بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌کند. معین این وزارت می‌گوید که تلاش می‌شود تا سهولت‌های بیشتری را برای بازرگانان در بخش‌های گوناگون در کشور فراهم بسازند. در همین حال مسئولان اتحادیه تولید سکتور رنگ با انتقاد از واردات رنگ از خارج کشور خواستار پشتیبانی از تولیدات داخلی رنگ از سوی امارات اسلامی هستند. مسئولان اتحادیه تولید سکتور رنگ و محصولات آن در نشست تعیین هیئت مدیره این اتحادیه و نمایش تولیدات شرکت‌های داخلی در بخش رنگ می‌گویند که 20 میلیون دلار بالای این سکتور سرمایه گذاری و برای صدها تن زمینه‌های کار فراهم شده است. این اتحادیه با انتقاد از واردات رنگ از خارج کشور می‌افزاید که افغانستان در حال حاضر در سکتور تولید رنگ به خودبسندگی رسیده است و باید جلو واردات رنگ به داخل کشور گرفته شود. نور مستاندرد تیوار ولی خارجی رنگ هم وار کهی دیمگ رنگ هم وار کهی وی گوری سسم را فرق دا کوالیتی دیمگ اتریخ دا نرخ دیمگ اتریخ دا با وجود دیگه بندی پا وزارتونو که پا شاروالی که ارتوازی حلی کلی سیدی که خارجی رنگ را تاولا گوا دی رنگ پا سکتور بندی الحمدلله مونگا بیخید سر پیسا دا خود دفعی تا رسیدی او پا دیکی کن شک او شبار نشتا برخی از شرکت کنندگان در نمایش تولیدات سکتور رنگ از امارت اسلامی خواستار پشتیبانی از تولیدات داخلی هستند.
بسیار خوشایند هستیم از این قسم برنامه ها، به خاطر که از نام برنامه معلومات میشه که با سکتور رنگ، به خاطر سکتور رنگ ما این برنامه را گرفته بودیم و امروز این نمایشگاه را برقرار کردیم. از دولت امارات اسلامی خوشمندیم که از تمام پروژه دولتی از تولیدات داخلی استفاده نماید. ما ظرفیتی را داریم که به هر کلتی که بخواین تولیدات ما تولید میتونیم. از سوی هم معین وزارت صنعت و تجارت از ایجاد سهولت‌های بیشتر برای بازرگانان در راستای صادرات و واردات در کشور اطمینان می‌دهد. در تاسی و خیلی فکر بکن صدق سکتور خودکفا ده یا خودکفایی حالت ترسیده لیده باید وست دی قیوم الاتر بسیم مگم قیوم الاتر کن یه تعرفی به میدان کم اتاس ملاتر کن و هوادوال مغاق کن و سخپل رنگ دا خپل افتخار وکاروي کچيري دي پاکستان دي ايران دي چين دي نور ملکونو رنگ په 100 روپي وي اتاس رنگ و امارات اسلامي په ټولو پروژو کې په 25 مخي. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه سکتور تولید رنگ، در افغانستان در حدود 70 شرکت تولید رنگ در 34 ولایت کشور فعالیت دارند که روزانه تا 20 تن رنگ تولید می کنند. برخی از باشندگان کابل از بالا بودن صرفیه برق و بی‌نظمی در خانش میترها انتقاد دارند. این باشندگان میگویند که در پهلوی چالش‌های پرچاوی برق صرفیه های آن نیز افزایش یافته است. اما ریاست برشنا دلیل افزایش صرفیه های برق را استفاده بیش از حد آن نسوی شهروندان کشور در فصل زمستان عنوان میکند. برخی از باشندگان و کسبکاران در کابل از بالا بودن بل صرفیه های برق انتقاد می کنند. این باشندگان می گویند که در پهلوی چالش های پرچاوی برق صرفیه های برق نیز افزایش یافته است. به گفته این باشندگان بل صرفیه های برق که در حال حاضر در هر ماه صادر می شود به مراتب بالاتر از صرفیه های برق که بعد از دو ماه صادر می شدند هستند. در یک ماه سابق می آمد 200 کنیم صد آدم می آید در یک ماه 800 1000 هیچ توجه این برقی ما به توجه به بل برق به خواندن میترا نمیکنن فقط خود سرانه هر چی که دلشون شه نوشته میکنن و میرون دو مواد میخوان 300 یا 400 برق ما می اومدی یک مواد میخوانه که هم 300 400 در حالی که برق هم نیست 300 400 میه. از سوی هم برخی از کسبکاران نیز از بالا بودن صرفیه های برق و افزایش پرچاوی های برق انتقاد می کنند و می گویند که افرادی که مسئولیت خانش مترها را به عهده دارند مسئولیتشان را به درستی انجام نمی دهند. بی نظمی خود در اصل برق و میترخانی بسیار زیاد است. اولا کمبودات برق در یک ساعت بسیار خصوصا در شرایط بسیار زیاد شده. در طول 24 ساعت یک ساعت برق است و دو ساعت است و دیگه زو برق نیست. تا به قد اقل اگر نبود یک سیستم نوبت صحیح بود نیم روز یا می بود یا یک روز نمی بود ما به اون سیستم فعلا هیچ معلوم نیست یک دفعه میای یک دفعه میره. بلارا که گردآوری میکنه سم صحیح با دقت نیکه از ابو پشت میتره هیچ اصلا میتره نمیخوانن به مؤسسه بل ببینی که نشته میکنن روان میکنن. با این حال ریاست برشنا دلیل افزایش صرفیه های برق را استفاده بیش از حد آن سوی شهروندان کشور در فصل زمستان عنوان می کند. یوازې تغییر په هغه وخت کې راځي کله چې مصارف ډیر سي ځکه زموږ د 100 کیلو واټ د 0 څخه تر 100 کیلو واټ یو قیمت دی د 101 کیلو واټ څخه تر 200 بیا بل کیلو واټ دی همداسې کیلو واټ تر 100 روپو پورې رسیږي. پیش از این نیز باشندگان کابل از پرچاوی های برق شکایت کرده و خواهان تولید برق از منابع داخلی به جای استفاده از برق وارداتی شدند. یک نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و تولیدات داخلی در شهر مزار شریف گشایش یافت. هدف از برگزاری نمایشگاه تولیدات داخلی که در صدد درصد غرفه به نمایش گذاشته شده رشد تولیدات و صنایع دستی داخلی گفته شده است. مسئول سازمان جهانی کار در حوزه شمال و هدف پشتبانی بانوان از امارات اسلامی میخواهد تا برای آنان سهولت های بیشتری را فراهم سازند. این نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی به حمایت مالی سازمان جهانی کار در حوزه شمال و با حضور مسئولان محلی بلخ و برخی از دیپلمات‌های کشورهای همسایه در شهر مزار شریف برگزار شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد تولیدات داخلی و معرفی صنایع دستی کشور به کشورهای بیرونی گفته شده است. گفته می شود بیشتر تولیدات در این نمایشگاه که در حدود 100 غرفه را در بر گرفته بود با بانوان تعلق دارد.
به خاطر چیزایی که به خود کفایی رسیدیم برای معرفی از او بهترین گزینه همی نمایشگاه میباشد. این نمایشگاه به خاطر تولیدات وطن، به خاطر رشد تولیدات وطن، به خاطر از اینکه معرفی شه و تولیدات وطن به مردم خود و به جهانیان. هر کارخانه ای که دارم و هر زیربنایی که دارم، هر معدنیت که دارم، هر نفتی که دارم، هر گازی که دارم، هر برقی که دارم بعد از مملکت خودم تولید شه. مسئول سازمان جهانی کار در حوزه شمال به هدف پشتیبانی بانوان از امارت اسلامی می خواهد تا برای آنان سهولت های بیشتر فراهم سازند. سازمان بین المللی کار متحد است که در کنار مردم افغانستان برای رسیدن به زندگی و آینده بهتر استاد شود. ما از طالبان خواهان فراهمسازی یک محیط مناسب برای زنان و دختران جهت یادگیری کسب و کار و به ویژه در زمینه تجارت هستیم. برخی از شرکت کنندگان برگزاری این گونه نمایشگاه ها را به هدف فروش و معرفی تولیدات داخلی اثرگذار می دانند. این برنامه خیلی خوب می باشه برای دخترها و خانم ها که می تانند که به راحتی این محصولات خود به عرضه برسانند. ما خیلی خرسند هستیم که دوباره نمایشگاه برگزار شده در این وقت که ما بتونیم محصولات را که داریم به نمایش بگذاریم. نسبت به گذشته تولیدات افغانی ما خوبتر شده و اعتبار مردم داخل افغانستان به دست آورده. مردم بیایند، چیزها را ببینند، خوش کنند، بخرند، چیزهای مورد علاقه شان را بگیرند. به گفته مسئولان این نمایشگاه که از روز دوشنبه گشایش یافته است تا پایان روز پنجشنبه یعنی برای 4 روز ادامه خواهد داشت. مسئولان محلی در نیمروز با کمک نهادهای مددرسان بین المللی روند توزیع کمک ها به بیش از 2000 خانواده نیازمند را آغاز کردن. این کمک ها که شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی است و خانواده های نیازمند در مرکز و ولسوالی های نیمروز توزیع می شود. وزیر خان باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز که به گفته خودش دچار بیماری قلبی نیز است در اوضاع بد اقتصادی به سر می برد. او می گوید به علت افزایش فقر و بیکاری بیشتر باشندگان نیازمند در این ولایت به توزیع کمک ها از سوی حکومت سرپرست و نهادهای مدد رسان بین المللی چشم دوختند. ما آماده همین چیزی که حالا 15000 افغانی چیزی که مرست دینا هست و کمک دینا، اما بس مردم نیمروز نمیانه یک 20 لیتر آو میخر به 20 روپیه. این به چی چاره مردم میشه؟ مردم خوار و غریبه، هیچ چیز نداره. این خیلی باشه 10 روز، 15 روز، 20 روز بعد مردم چکار میشه؟ خود اقای مرست سنگه غروی چه یوری پر مور دیر کوشش دیوه که چه طوله چه کمک دیوه که از مور سره بلد دیوه که چون چه غریب خلق پکشه که کندی هنی پکشه که مسکین خلق و چه نلرو به همه خانواد مثلا پیکنیک هسته و سال خانوادگی هسته آرده هسته ولی متعقیت اینا مثلا کم مثلا به صاحب زمیسون مثلا نمیشه در روز پوم در روز واقعا میرسد. با این حال مسئولان محلی در نیمروز با کمک نهادهای مدد رسان بین المللی روند توزیع کمک ها به بیش از 2000 خانواده نیازمند به شمول مهاجران برگشته از ایران و پاکستان را آغاز کردند. اگر مهاجر ورونه چې د پاکستان هیواد او د ایران هیواد څخه راستنه سوی دي و موږ نیمروز ولایت هغه موږ په نقشه کړی دي او د دوی سفر مو خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد چمتو کړی دي. این در حالی است که پیش از این اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا در گزارش گفته که همکنون بیش از 15.8 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند. کشاورزان در اروزگان میگویند که بیشتر زمین های کشاورزیشان با تهدید سیلاب های احتمالی روبرو هستند. آنان از حکومت سرپرست میخواهند تا برای جلوگیری از این سیلاب ها دیوارهای استنادی بسازند. مسئولان محلی اروزگان میگویند که با همکاری شماری از نهادهای مددرسان تلاش ها به هدف جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب های احتمالی را آغاز کردند. اسحاق زای 48 ساله که در شش‌جریب زمین خود در کنار دریای ترینکوت گندم کشت کرده است میگوید که سیلاب‌های پسین 4 جریب زمین کشت شدگیش را از بین برده است. او از حکومت سرپرست می‌خواهد که از بهره جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌های احتمالی در آینده دست به کار شوند. امدکه خوړې چې ورود راځم دکه خامه خاړې و ده خرابه شي شمار کې وځ داسې وړې ده نو دا 4-5 جریب امدکه ده که چیرې چل پر راشي شاید نورم تاوان ورسی او دیوال نسته.
شمار دیگری از کشاورزان نیز میگویند که هر سال بر اثر سیلاب‌ها برای آنان زیان‌های هنگفته وارد می‌شود و به خاطر مهار این سیلاب‌ها خواهان ایجاد بندهای آبگردان کوچک و دیوارهای استنادی هستند. دغم زکه شپار جیره بوا اول ورور ول چې دغه زما سره ول ول جیره بوا مزکه ټول ورود ول د وس درې پلی پاتره چې کورونا وړې ماجتا وړې بل فدیان ته خپل وینې چې دوه نه منځکی خراب وي رسول دي چې بیخی درگاز وته دي دي. سخنگوی والی اروزگان میگوید که به همکاری مالی برخی از نهادهای کمک رسان به خاطر جلوگیری از جاری شدن سیلاب‌های احتمالی در آینده تدابیری را روی دست گرفتند. دغه په مخنیوي په موخه باندې موږ د دولتي ادارات او موسسات سره هماهنګي کړې او سره مخابره کړې ترڅو هغه ځمکې چې هغه سیلاب ته مخامخ دي د هغو لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي او هغه کلي او کورونه چې هغه سیلاب ته مخامخ دي د هغو لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي. بر اساس معلومات مسئولان محلی اروزگان در اثر زرازیر شدن سیلاب ها در هفته گذشته افزون بر تلفات مالی شمار خانواده ها از خانه هایشان بیجا و همچنان ده ها جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. مسئولان اداره راه آهن هرات میگویند که قرار است از اول ماه هوت صادرات و واردات از طریق راه آهن هرات خواف آغاز شود. بر بنیاد یک تفاهم نامه میان افغانستان و ایران در سال نخست قرار است تا 500 هزار تن کالاهای وارداتی و صادراتی از طریق این راه آهن میان دو کشور انتقال یابد. در همین حال اداره راه آهن هرات میگوید که قرار است از بهار سال نو هجری خورشیدی انتقال مسافران میان ایران و افغانستان نیز از طریق راه آهن هرات خواف آغاز شود. مسئولان اداره راه آهن هرات اینجا در یک نشست خبری از آغاز انتقال کالاهای بازرگانی از طریق راه آهن هرات خواف تا دو هفته دیگر خبر می دهند. با گفته آنان قرار است در جریان سال آینده خورشیدی نزدیک به 500 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق این راه آهن میان افغانستان و ایران انتقال داده شود. در همین حال قرار است روند انتقال مسافران از طریق راه آهن هرات خواف میان افغانستان و ایران نیز از بهار آینده آغاز شود. خود دا ولی زخه به انشاءالله برده خط بندی هم واردات کیجی او هم به صادرات کیجی او دا خود به آخره کی یا دا بلی میشتی اول به یاد که انشاءالله دا خط مسافر بری تا هم آمده دی چه دو رزی به یو قطار رازی دا ایران لوری سه افغانستان تا او دریسه و دریوش کسانان به هر قطار کی رازی مرج هغه کم سهولتون او یا هغه کم شی چیز مرج پواکی دی هغه مو آمده کردی. برخی از نهادهای دولتی که در زمینه صادرات و واردات کالاهای بازرگانی نقش دارند میگویند که تمام سهولت‌ها در ایستگاه روزنک راه آهن هرات خواف فراهم شده است. موږ کافی تاسیسات هلته آماده کړي دي او کافی اندازه مو تشکیل ورته برابر کړی دی او همداشان مو هغه معیاري او اساسي سیستمونه هلته فعاله کړي دي. آمادگی مکمل خود در عرصه تورید و تخلیه و بارگیری در خط آهن روزنک داریم و آمادگی خود اعلان می نماییم. کالاهای بازرگانی قرار است در ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان هرات تخلیه و بارگیری شود. با گفته مسئولان صدها تن از باشندگان محل برای بارگیری و تخلیه کالاهای صادراتی و وارداتی به کار گماشته شدند. تمام تسهیلات تخلیه و بارگیری برای تجار محترم فراهم ساخته و ما 500 نفر کارگرار از قریجات اطراف ایستگاه استخدام کردیم که در صورت آمدن بار تجار به راحتی اونا ما تخلیه و بارگیری کرده بتانیم. سه بخش راه آهن هرات خواف تا ایستگاه روزنک ولسوالی غوریان هرات قبلا از سوی ایران ساخته شده است. بخش چهارم آن به طول 87 کیلومتر تا شهرک صنعتی هرات از سوی افغانستان ساخته می شود. با گفته مسئولان اداره راه آهن هرات روند ساخت بخش چهارم جریان دارد و تا کنون نزدیک به 20 کیلومتر آن ساخته شده است. و به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبر. در اصلا رویتون تا این دم سپاس بدارم تا دیدار دوباره و خوشحال کنم.